چشم بدم چقدر ها درد و نیمی در کنار چشم سا وقت اگر باز بیدارش کنی عاشقانه باز بیدارش کنی عاشقانه باز بیدارش کنی زمین آه ما شد رشک فردوس فرین بوی نارنج و ترنج و عطر پیر میتوان از قربت حافظ شنید باز شد چشم بهاران بر خزر شد صدف ها خانه گل رو گوهر دشت ابژن باز هم بیدار شد از شقایق دامنش گلنار شد صدت آمد به مهمان آمده موی نرگس های ایران آمده خاک من ای قبلگاه عاشقان نو بهارانت همیشه جاودان کوههایت پرخروش و بیقرار کوههایت سربلند و استوار بربند ما همه از خاک توست کار و کود ما ز خاک پاک توست زمین حاک ما شد رشک فردوس فرین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از قربت حافظ شنید خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه دین عشق در دیدار ماست هم وطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز باد آسمان بردار سیرم روی عشق پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق وقت اگر خواب است بیدارش کنی عاشقانه باز بیدارش کنی عاشقانه باز بیدارش کنی خون زاران شد کنار چشم زار قطعه شبنم به برگ گل چکید شانه زد باد بهارم زلف بید دامن ایران ز گل سرشار شد به یاد ایران موقع دیدار شد بعد از این هر روز بهتر روز ما جاودان تا ابد نوروز ما زمین حاک ما شد رشک فردوس فرین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از قربت حافظ شنید خون پاک عاشقی در کنار ماست ریشه عشق در ایران ماست هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز باد درود بر شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم نوروز رو به همه بینندگان و شنوندگان برنامه ما شاد باش میگم خوشحالم که یک بار دیگه میتونم با شما صحبت کنم اون هم یکی دو روز پیش از نوروز خجسته یک شب پیش از چهارشنبه سوری که امیدواریم که به شادی خوشی و بدون خطر برگزار بشه و نباید هراس کرد از اینکه ماموران انتظامی حکومت و نیروهای سرکوبگر
بتونن مزاحم شما بشن. شب شادی شماست، حق دارید که شادی بکنید و امیدوارم که شاد باشید و همیشه شاد باشید، به خاطر اینکه حکومتی هست که میخواهد شادی رو از مردم بگیره و غم رو ترویج میده، ولی موفق نشدن تا به حال و در آینده هم موفق نخواهند شد. هیچ لزومی نداره که من از اهمیت نوروز سخن بگویم. ملت ها به فرهنگ و گذشته خودشون زنده هستن. من همیشه ملت یهود رو مثال میارم، این واقعا برای من یک نمونه زنده است و میبینم که اینها 2000 سال از سرزمین خودشون دور بودن، نه 40 سال، 2000 سال، ولی در غربت زبان رو به بچه هاشون یاد دادن، مذهبشون رو نگه داشتن، آیینشون رو برقرار کردن، تمام اعیاد یهودی رو جشن گرفتن و برگزار کردن. و میدونید و اطلاع دارید که برخلاف برخی ادیان که روزهای عزا در اونجا بسیار زیاده، در بین یهود روزهای شادمانی بسیار زیاده و ما فقط یکی دو مورد هست که به عزا نمی نشینند، روزه می گیرند برای یادآوری تقدس برخی از مقدسین خودش. و این برای ایرانیان میتونه یک نمونه باشه، به خاطر اینکه حکومت از روزی که به روی کار آمد تصورش و گمانش و رویاش این بود که همه تمدن باستانی ایران رو بگیره و به جاش تمدن عرب رو بیاره، که تصور میکردن که یک مسلمان برای اینکه خدا شناس باشه، برای اینکه حضرت محمد رو قبول داشته باشه، باید فرهنگ خودش رو فراموش بکنه. و این درست برخلاف اون چه هست که یهودی ها و ملت اسرائیل به اون رسیدن. یعنی اسرائیلی ها بر این باورند که هر اندازه فرهنگ های مختلف در فرهنگ اونها ادغام بشه و آمیخته بشه، فرهنگشون غنی تر میشه. بنابراین یهودی ها و اسرائیلی ها آماده هستن که فرهنگ های تمام کشورهای دیگر رو هم بپذیرن و اون رو بخشی از فرهنگ غنی خودشون بکنن. مثلا یهودیان مراکش وقتی که بازگشتن به سرزمین اسرائیل، آیین‌ها و جشن‌هایی رو داشتن. ملت اسرائیل این جشن‌ها رو پذیرفت و اون رو به بخشی از فرهنگ و آداب و اعیاد خودش مبدل کرد. همینطور 13 بدر که یک آیین ایرانی هست در اسرائیل، به ویژه در بین یهودیانی که از ایران آمدن ترویج پیدا کرد و امروز جزوه یکی از اعیاد اسرائیل محسوب میشه. نوروز رو در اینجا جشن میگیرن. ما یعنی رادیو پیام اسرائیل و یاران و همکاران ما روز چهارشنبه، در واقع شب پنجشنبه یعنی چهارشنبه شب، جشنی رو برگزار میکنیم در شهر تل آویو و گروهی از نخبگان و شخصیت‌های ایرانی زاده اسرائیل رو دعوت کردیم که در این شادمانی با ما همراه باشن. اهمیت نوروز نه فقط در این است که یادگار ایران باستان هست و بخشی از تمدن ملت ایران محسوب میشه، بلکه اون رو ما در ضمن بخشی از مبارزه ملت ایران برای زنده ماندن، برای باقی ماندن، برای ابراز ناخرسندی و نارضایی از حکومت کنونی، اون رو جشن میگیرن و محترم میدارن. بعضی ها تصور میکنن که این جشن نوروزی یه جشن مسلمانیه و ارتباط به ادیان دیگر نداره و اونها این جشن رو نباید برگزار بکنن، و این درست کاملا برعکسه، به خاطر اینکه نوروز مال همه ایرانیانه، هیچ جنبه مذهبی نداره. البته درسته که بعضی خانواده ها در سفره هفت سین در کنار آینه و آب و ماهی و چیزهای قشنگ دیگه
میآیند و قرآن مجید میگذارند، حقشونه و دلشون میخواد، ولی خیلی از ایرانیان هستن که شاهنامه رو میگذارن روی سفره هفت‌سین، بخشی از هفت‌سین اونها محسوب میشه. من پدرم یک ارتشی بود، در ارتش شاهنشاهی ایران خدمت میکرد و شب نوروز کتاب شاهنامه رو میگذاشتیم، ولی تمام مراسم و آیین‌های دیگر دقیقا همون بود که در دیگر خانواده های ایرانی اجرا میشه. بسیار مهمه که یک ملت حتی در پراکندگی به آدابش، رسومش، فرهنگش، گذشتهش، پیشینش وفادار باشه، اون رو حفظ بکنه، بهش افتخار بکنه. امروز میدونم که جای افتخار نیست که کسی در خارج از ایران بگه که من ایرانی هستم، به نظر تحقیر بهش نگاه میکنن، شوربختانه تصور میکنن که ملت ایران همون حکومت ایرانه، حکومتی که ترور میکنه، سرکوب میکنه، تهدید میکنه، جنگ را میاندازه، فتنه‌گری میکنه. ولی باید براشون توضیح داد که حساب ملت ایران با حساب حکومت ایران بسیار بسیار با هم تفاوت داره. من پریشب‌ها یکی از پیام‌های بنیامین نتانیاهو رو نگاه می‌کردم، به زبان انگلیسی بود، خطاب به ملت ایران، و اینطوری شروع کرد، گفت من به ملت ایران احترام بسیار می‌گذارم و بر این باورم که ایرانیان مردمانی سخت کوش هستند، باهوش هستند، مترقی هستند، منتها نگاه بکنید، منظورم داخل ایران نیست، منظورم خارج از ایران. در داخل ایران شوربختانه ایرانی ها با مشکلات و مهنت های زیادی دست و پنجه نرم میکنن، ولی وقتی که از وطنشون بیرون میرن، ناچار هستن که بیرون برن چون وضع معیشتی بسیار دشواره، میبینی که چقدر در کشورهای دیگر شکوفا میشن، چقدر اون استعداد و هوش ذاتی خودشون رو ایرانی ها نشون میدن به مردمان دیگر، چه در کارهای فنی، تکنولوژی، صنعتی، هنری اینها ایرانی ها میتونن موفق باشن. این رو نتانیاهو گفت و کاملا به نظر من درست گفت. من سفرهای زیادی به کشورهای اروپایی، به ایالات متحده، کانادا و جاهای دیگه کردم و واقعا به چشم خودم دیدم که چقدر ایرانی ها موفق هستند و پیروز هستند و با افتخار زندگی میکنن و دیگران هم بهشون احترام میذارن. ولی وقتی با یه غریبه برخورد میکنید، میگه تو کجایی هستی، میگه من ایرانی هستم، فورا نگاهش عوض میشه و مثل اینکه یک قول دیده، یک تروریست دیده، یک آدم تبهکار رو دیده، و این واقعا جای تأسفه. یک نکته دیگر رو تصور نمی‌کنم که نیازی باشه که من تذکر بدم، ولی لازم یادآوری بکنیم، و اون این است که هیچ وقت نباید ناامید بود، همیشه باید امید داشت و دانست که پایان شب سیاه سفید است. ببینید 40 سال گذشته، حالا چقدر دیگه هم بگذره من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی این مدت دراز نخواهد بود، بالاخره اینا میرن، حتما میرن، و بنابراین 40 سال، 41 سال، هر اندازه که باشه، در تاریخ یک ملت مانند یک لحظه است. من حتی این رو به فال نیک میگیرم که شاید این تجربه تلخی که ایرانیان در 40 سال اخیر به دست آوردن، دو چیز رو در اونها تقویت بکنه. یکی وحدت، مهربانی، مهرورزی و مهر تولید، مهر کردن، که همه دست اتحاد بدن، با هم همکاری بکنن، از هم بد نگن، علیه یکدیگر اقدام نکنن، بدونن که ملت‌ها و حتی افراد در روابط خصوصیشون با همکاری و همیاری پیش میرن و نه اینکه وارد ستیز بشن، نبرد بکنن، با هم رقابت بکنن و غیره و غیره. و تصور میکنم که این درس رو ملت ایران فرا گرفت. یک نکته مهم دیگر رو هم، چون میخوام اون نیمه پر لیوان رو نگاه بکنم، میخوام یادآوری بکنم، و اون این است که میلیون ها نفر ایرانی که در خارج از کشور پراکنده شدن، حالا هر چند میلیونی که شما میخواهید بگید، 1 میلیون یا
5 میلیون یا 3 میلیون یا 2 میلیون، اینها اکثرشون در کشورهای زندگی کردن که تمدن بالا دارن، بلوغ سیاسی دارن، از نظر سطح زندگی بسیار پیشرفته هستن، از نظر صنعت و هنر و اینها باز مترقی هستن. اینها رو همه ایرانی ها جذب میکنن و فردای روز که بیان به وطن خودشون میتونن اون دانش، اون تجربه، اون اندوخته ها رو در وطن خودشون به کار ببرن و ایران رو هرچه سریعتر و هرچه زودتر آباد بکنن. نوروز امسال یک ویژگی هم داره از نظر ما یهودی ها و اون این است که درست مصادف است با عید پوریم. عید یهودیان یکی از جشنهایی که گفتم یهودی ها جشن زیاد دارن. میخوام در حاشیه بگم ایرانی ها هم در گذشته جشنهای زیاد داشتن. ما فروردینگان داشتیم، اردیبهشتگان داشتیم، مهرگان داشتیم، خردادگان داشتیم، اسفندگان داشتیم و یعنی دست کم ایرانی ها 12 عید داشتن. هر ماه یک عید جداگانه داشتن که مهرگانش باقی مونده، نوروزش باقی مونده ولی بقیهش متاسفانه به دست فراموشی سپرده شده. یهودیان هم اعیاد زیادی دارن که یکی از این عیدها عید پوریم هست که گفتم درست مصادف میشه با نوروز ایرانیان امسال. و چه ویژگی داره این پوریم؟ ویژگیش این است که با سرزمین ایران، با امپراتوری ایران و با ملت ایران در هم آمیخته است. یک داستانی است، حالا بعضی ها اعتقاد دارن که واقعیت داشته و اتفاق افتاده، من و خیلی ها میگیم که این یک افسانه است، ولی افسانه است که میشه ازش درس عبرت گرفت. و داستان این است که امپراتوری ایران بر 72 سرزمین تسلط داشت، از اقوام مختلف و نژادهای مختلف تحت امپراتوری ایران بودند و صدر اعظم آلمان صدر اعظم ایران فردی بود که مسلما بیگانه بود. از کجا آمده بود من نمیشه با دقت گفت. کنگه‌ای که به او داده بودن عقاقی بود و عقاقی احتمال داره که اژه‌ای باشه و احتمال داره که از دریای اژه و اون جزایر جنوب یونان آمده بود و این رسیده بود به مقام صدر اعظمی ایران و نفرت داشت از یهودی ها. چرا نفرت داشت؟ به خاطر اینکه فردی به اسم مردخای در دربار سلطنتی خدمت میکرد که یهودی بود و سر تعظیم فرود نمی آورد، سجده نمی کرد به این فرد، چون در دین یهود سجده کردن به انسانها ممنوعه و به بت‌ها فقط باید به پروردگار یکتا سجده کرد. و اون تصمیم گرفت، همون هامان، که بیاید و همه یهودی ها رو قتل عام بکنه. با فریب و خدعه و نیرنگ میره پیش پادشاه ایران و ازش فرمانی رو میگیره که همه یهودیان در 72 ایالتی که تحت امپراتوری ایران بوده اینها قتل عام بشن و دست بر قضا شاید بشه گفت. پادشاه ایران یک شهبانویی داشت که یهودی بود و این یهودی بودن خودش رو افشا نکرده بود و مردخای میره پیش استر، اون شهبانویی یهودی ایرانی، و قضیه رو بهش میگه و میگوید که برو پیش پادشاه و بگو تو کی هستی و از پادشاه درخواست بکن که این فرمان رو لغو بکنه. و استر میره و این کار رو انجام میده و پادشاه از اینکه فریب صدر اعظمش با فریب خوده از او فرمانی رو گرفته خشمگین میشه و دستور میده که هامان و فرزندانش رو به دار بیاویزن و در فرمان می نویسه که یهودی ها هم حق دارن که دشمنان خودشون رو در تمام این 72 ایالت نابود بکنن و این میشه و انجام میشه. حالا گفتم از نظر من این یک افسانه است. حالا
چرا این افسانه نوشته شده. گویا در یکی از مباحث توضیح دادم که در حدود 2000 سال پیش سرزمین اسرائیل در تسلط امپراتوری روم بود که میخواست تمام ادب و فرهنگ یهود رو نابود بکنه و به جاش فرهنگ بت‌پرستی اون دوران روم رو برقرار بکنه. یهودیان مقاومت کردن، ایستادن. حساب بکنید یه ملت کوچیک در برابر یک امپراتوری بزرگ خیزش کردن علیه امپراتور روم و در لحظه بود که فکر کردن کار تمامه و ما داریم نابود میشیم، ولی بهتر نابود بشیم و امپراتوری روم به نقشه های خودش نرسه و ما مجبور نشیم که بت‌پرستی بکنیم. در اون دوران احتمالاً فردی یا افرادی نشستند این داستان امیدوار کننده رو، داستان استر رو نوشتن که به یهودی ها دلداری بدن، دلگرمی بدن، بهشون نشون بدن که ببینید حتی در بدترین شرایطی که میخواهند همه شما رو کشتار بکنن، این نور امید و این پایان شب سیاه سفیدت رو فراموش نکنید و نجات خواهید یافت و رهایی پیدا خواهید کرد. و این میتونه یه دلگرمی برای ملت ایران هم باشه. حالا چه ارتباطی هست بین این جریان و ایران؟ به خاطر اینکه کسی که این داستان رو نوشته وقایعش در امپراتوری ایران میگذره و این نشون میده که یهودی ها در آن دوران چه ارتباط تنگاتنگی با ملت ایران داشتن و فردی که نوشته بسیار آشنا بوده به شیوه مدیریت در امپراتوری ایران. و یهودی ها همیشه در طول تاریخ حق‌شناس بودن نسبت به ملت ایران. بارها یادآوری کردیم که در تورات مقدس از کوروش کبیر به نام ماشیح یعنی رهایی بخش سخن رفته و من داستانهای بسیار زیادی رو میتونم در این باره برای شما تعریف بکنم، میگذارم برای فرصت دیگری. ولی یهودی ها همیشه خودشون رو مدیون ایران دانستن. در زبان عبری ما واژه های بسیاری داریم که از زبان فارسی گرفته شده، خیلی نمونه های مختلف است. در کتاب تلمود که یک کتاب دینی یهودیان هست صدها و شاید هزاران واژه ایرانی یا دارای ریشه ایرانی وجود داره. بنابراین بر حسب اتفاق امسال ما جشن نوروز و عید پوریم رو با هم جشن میگیریم و این باز یادگار اون روابط دیرینی هست که بین دو ملت وجود داره، نشان اون احترامی هست که ملت یهود نسبت به ملت ایران داره. من متاسفم که امکان نداره که صدای شما و پرسش های شما رو بشنوم، به همین بسنده میکنم. ولی بسیار امیدوارم که در هفته های آینده هم بشه دوشنبه ها باز با شما صحبت بکنم. خیلی دلم میخواد که در واکنش های خودتون بگید که کدوم شیوه رو شما ترجیح میدید، که آیا من به تنهایی در برابر دوربین بایستم و یا همراه با دوستان خوبم، همکارانم و یارانم که کنار هم بنشینیم، هم صدای شما رو بشنویم، هم پرسش های شما رو بشنویم و بتونیم بهش جواب بدیم. خیلی خوشحال میشم اگر شما از طریق فیسبوک ما یا از طریق وبسایت ما بنویسید که چه موضوعهایی رو علاقه دارید که دربارش صحبت بشه. من در اختیار شما هستم. اگر موقتا من خودم تفسیرهای سیاسی روزهای شنبه رو نمیخونم، منو عفو بفرمایید. این به زودی امیدوارم که این مشکل برطرف بشه و باز با صدای خودم تفسیر اجرا بشه. و دوستتون دارم، بهتون تبریک میگم، سال خوبی باشه، سال نیکویی ها، سال پیروزی، سال دستاوردها، سال خوشنامی سرزمین ایران و ملت ایران باشه. و پوریم رو به همه یهودیان شاد باش میگویم و به امید و انتظار روزی هستم که واقعاً
این دوستی و محبتی که بین ایرانیان و ملت یهود و کشور اسرائیل وجود داشته هر چه زودتر دوباره برقرار بشه. سپاسگزارم. پاینده باشید. شب خوش. نوروز فرخنده.